시민하는 건 에이카도야 소독하는 건 뭘까 보자 사고할 어떻게 도망가는 건 산타로서 시민하는 건 에이카도야 소독하는 건 뭘까 보자 사고할 어떻게 도망가는 건 سلام مخصوص بر بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که باز به من موقعیت دادید که خدمت شما برسیم و از حضور شما در ضیافت گفتگو تشکر میکنم و امیدوارم هفته گذشته براتون خوب بوده باشه و هفته های آینده بهتر از هفته، و ما امیدواریم که در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسانده بودی باشید و ما رو از اطلاعات خودتون بهرمند بفرمایید. در ضمن بقیه دوستانی هم که دارن میبینن یا گوش میکنن از طرق مختلف، ما شماره داریم که اینو از هر جایی بخواید، از هر جای دنیا بخواید میتونید با ما تماس بگیرید. این شماره ما هست 202-753-99-33 و خیلی هم سرراست دیگه. این شما تلفن ها رو که نگاه کنید 202 اینطوری هست 202 بعد 753-99-33 و میتونید با ما تماس بگیرید و فرمایشاتون رو بفرمایید و ما خیلی هم خوشحال میشیم که از شما بشنویم و ببینیم که چه خبر هست. انشالله میگیم همیشه بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم و همیشه میدونیم که انقدر هست تو این دنیا که به همه برسه، هیچ کس شکمش ده برابر شکم دیگری است، مگر اینکه اونایی که پرخورن هم ده برابر هم میشه یا نمیشه، ولی خب اون یکی که خیلی زیادی پر میخوره انقدر ها گنجایش نداره که ده برابر بتونه بخوره، ولی خب انقدر هست برای همه و سعی بکنیم که با هم بتونیم کنار بیاییم تا جایی که به کسی ظلم نشه و تا جایی که کسی تعرضی به کسی نداشته باشه. هر کسی وظیفه ای داره تو این دنیا که به کارهای خودش برسه، از خانواده خودش حفاظت کنه، نگهداری کنه و درآمدی داشته باشه که به مصرف خانواده برسه و بعد اگر داره اضافه داره به کسی بده یا هر چی هست، ولی هیچ کس حق نداره بیاد وسط شب در روز روشن در خونه شما رو بشکن و بیاد تو و سعی کنه که هرچی دارید رو تاراج کنه ورداره بره. بعدم وقتی اعتراض کردید با دو تا گوله تو سرتون شما رو با تیر خلاص راحت کنه و بذاره بره پیکارش. و بدونید که صدای هر کدوم شما مهمه، حتی اگر صدای شما در سر قله قاف هم هست اونجا مهم هست، چون به گوش اونی که باید برسه میرسه. در سکوت نباشید. میگن سکوت نشانه قبول کردن هستن فلان هستن از این حرفا. هر کس حرفی داره باید بزنه تا جایی که اون حالت تعادل خودشو بتونه حفظ بکنه. ما هم خب بالاخره
تو امریکا زندگی میکنیم، اینجا مشکلات زیادی هست و خانه دوم ما هست. این تو که هفته گذشتم گفتیم دوست نداریم که ببینیم اینجایی که بالاخره ایرانی های خیلی خیلی موفق، ایرانی هایی که در سطح علمی اگر در مقایسه با بقیه گروه هایی که اومدن به امریکا مقایسه کنید، اینا در سطح خیلی خیلی بالا هستن، همه تحصیل کرده بودن که اومدن اینجا، یه عده اومدن برای تحصیل مثل خود من که اینجا موندیم و اینجا شده خانه ما. این هستش که صحبت اصلی ما این هستش که به حرف هم حرف همدیگه رو بشنویم. احتیاجی نیستش که قبول بکنید، حرف همدیگه رو بشنویم و بتونیم با هم کنار بیاییم. و اونطور هم که خب قبلا هم گفتیم چندین بار که هر کسی برای خودش یک شخص شاخصی هست، یعنی هر کس برای خودش کسی هست و هر کسی برای خودش یک عقیده داره، یه دیدگاهی داره. خیلی مشکل پیدا میشه که اگر شما مشکل میشه پیدا کرد اگر چند نفر رو شما بغل دست هم بگذارید که اینا همشون در تمام شاخص زندگیشون یک نظر رو داشته باشن. همچین چیزی نیست، همچین چیزی وجود نداره، در خلقت هم وجود نداره. حتی ماهایی که خلق شدیم و خالق ما همه ما رو خلق کرده، در این چندین میلیارد جمعیتی که حالا دارن زندگی میکنن یا چندین میلیارد که قبلا زندگی کردن و چندین میلیارد هایی هم که بعدا خواهند زندگی خواهند کرد، تا اونجایی که من میدونم اثر انگشت دو نفر شبیه هم نیست. و تازگی هم فهمیدن که نشانه چشم، ته چشم هر کسی یه خطوطی داره و ته چشم هر کسی هم خطش با اون یکی فرق میکنه. حالا اینو ببین خالق چطوری طرح کرده، چطوری ریخته که هر کدوم ما برای خودمون کسی هستیم که مشخص هستیم، از بقیه فرق میکنیم. ولی به این معنی نیستش که من بگم من از یکی بهترم یا اون یکی به من بگی شما از من بدتر هستی. این حق و حقوق نداریم. اینجا همه اومدیم یک زندگی خوب و آرامی داشته باشیم، از تمام این نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی برای ما تهیه دیدن استفاده بکنیم و زندگیمون رو فقط به چیزهای اینطوری مشغول نکنیم، بلکه به یک سطح بالاتر از وجدان برسیم، اون ضمیر خداگاه برسیم و بتونیم که هر چی که دورمون اتفاق میفته با یه نظر مثبت نگاه بکنیم. و این در زندگی همه ما اتفاق افتاده، در زندگی شما هم اتفاق افتاده، در زندگی من هم داره اتفاق میفته هر روز که هر چیزی که اتفاق میفته همون لحظه اولش ممکنه بگه چرا برای من، بعد یک دقیقه دیگه نه خیر، این همش حکمتی توش بوده که شما این عکس العمل رو نباید داشته باشید که بگید چرا برای من. باید انقدر بتونید اینو قبول بکنید و قدم به جلو بردارید، چون همه مخلوقات عالم، مخصوصا انسان ها، مخصوصا اون بشری که اولین ساخت بشر که اسمش آدم بوده، اینها همیشه در حال بالا رفتن و به مدارج بالا رسیدن هستن که بتونن با هر چیزی که دور برشون هست بتونن بهتر و بهتر کنار بیان. البته ما این چند روز گذشته باز دوباره یه مقدار زیادی صحبتهایی هستش که در ایران داره میشه، یه مقدار چیزهای دیگه گفته میشه و اخباری هم که شنیدید قبل از برنامه ما که آقای بشیر اسد مثل که خواستن برن ایران یا نرفتن یا خواستن یا فلان. بالاخره هر کسی حق داره هر جا خواستش بخواد بره، به کسی مربوط نمیشه که کی کجا میخواد بره. ولی خب به بعضی ها مثل که مربوط میشه، اینه که بعضی ها بدون اطلاع قبلی این کار رو میکنن. مثلا اون روزی که آقای بشیر اسد رفته بوده مسکو، پایتخت روسیه، ایشون بعد از اینکه برگشته بوده مثل اینکه این اخبار پخش شده بود که بله این شخص اینجا بوده حالا برگشته. حالا ممکنه یه همچیزی هم ایشون رفته به ایران. و جالب اینجا هستش که به همه میگن که بله مسئله سوریه باید با گفتگوی افراد محلی تموم بشه
و این افراد محلی هستن آمریکا و روسیه و عربستان و ترکیه و خود سوریه هم نمیدونم حتما تو جلسه خواهد بود یا نه. هر از ایران هر چی نیستش، از ایران اصلا مثل که آرشو میاد چیز کنن قبول کنن که بله ایران هستش که این چند مدت تونسته این توطئه رو یه مقدارشو خونسا کنه، یه مقدارشو برطرف بکنه و همه این چیزها که اون بازی کننده اصلی اون منطقه رو حتی اسمش هم نمیبره و عربستان رو میارن جلو. خب عربستان چی داره غیر از اینکه پولهای نفت داره و پولهای نفتشون هم خب بالاخره با اون ندانم کاری های خودشون برای اینکه بقیه رو به چلونن خودشون رو بدتر چلوندن، چون ایران مثلا 1 میلیون بشکه در روز صادر میکرده اونا 16 میلیون بشکه صادر میکردن، ایران پولش شده مثلا 1/3 اگه 80 دلار بود حالا 100 دلار بود حالا شده مثلا 30 دلار یا 40 دلار 1 میلیون بشکه. خب چیزی نیستش، اینا 16 میلیون بشکه صادر میکردن پولش رو یکوری شده یه ذره و با تمام تعهداتی که داشتن اسلحه‌ای که خریدن. بعد هنوز صحبت همین توافق یا چیزایی که بین ایران و بقیه کشورهای اروپا و آمریکا انجام شد به یک نتایجی که رسیده بودن و این زمانی داره که کی شروع بکنن و چطوری شروع بکنن و ما اینجا چندین بار اعلان کردیم که بعضی از این وظایفی که به عهده هر یک مملکتی گذاشته شده و هر ملتی گذاشته شده بیشتر اون وظایفی که به عهده ایران و جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده قابل برگشت نیست. وقتی شما یک لیوان از شیشه رو دستتون هست اینو بشکنید، اینو دیگه نمیتونید آنن درستش کنید، فرق یه ذره وقت لازم داره. ولی اگر تو این لیوان قراره که آب بریزه، این آب حالا نمیریزه بیه بعد بریزم تازه ریخت با سیفون میکشه بیرون آب توش نیستش دیگه باز دوباره. این هست که بعضی از کارا قابل برگشت هست، بعضی از کار قابل برگشت نیست و جمهوری اسلامی ایران در اون مقطعی هستش که باید کارایی انجام بده که قابل برگشت نباشه. و آقایی هستن به نام رفسنجانی که ایشون از اول انقلاب تا حالا هستن و صحبتهایی کردن. ما یه ذره نمونه از اینو داریم، اجازه میگیریم؟ بله، ما یک گفتاری اینجا داریم همین الان براتون میذاریم و این رو با هم میخونیم. همونطور که عرض کردم آقای هاشمی رفسنجانی سالهای سال بودن که در از اول انقلاب بودن و تا حالا هستن و کسی با ایشون یک مقدار مصاحبه کرده، صحبتهایی کردن، از ایشون سوالاتی کردن و این یه تیکش برای ما خیلی جالب بود و البته مصاحبه خیلی طولانی هست و صحبتهای خیلی دیگه هم میشه که درست درست اون مهر رفسنجانی روش هست که چجوری صحبت میکنن ایشون. بعد آقای رفسنجانی، البته ایشون هاشمی رفسنجانی هم دارن، هاشمی فکر میکنم اسم فامیلشون باشه چون مال رفسنجان هستن، هاشمی رفسنجانی گفته میشه. بعضی میگن هاشمی، بعضی میگن هاشمی رفسنجانی، بعضی میگن رفسنجانی علی اکبر. بله، ایشون میفرمان که ما از چند بود دستاورد داریم، از چند بود دستاورد داریم. اینکه اینها چه کار کنن باید گفت که مخالف حق دارد و اگر در مجلس مطرح شد نظرش را بگوید نهایتا رأی‌گیری شود. چنین شد و شورای نگهبان هم نظر شما را داده است. البته چون دولت قانونا لازم نمیدانست خودش نداد و اینها آمدند طرح دادن، دولت هم مخالفت نکرد و دولتی ها هم آمدند و دفاع کردند، یعنی قهر نکردند ولی خودشان برای این کار اقدام نکردند. دلیلش هم این بود که به عقیده آقای روحانی اینها چنین حقی ندارند و لزومی ندارد که مجلس ببیند و نظر دهد. حالا اینجاشو قشنگ گوش کنید، این خیلی خیلی جالبه.
ایشون میگن اینها چنین حقی ندارند و لزومی ندارد که مجلس ببیند و نظر دهد. این جمله رو خوب بشین. ایشون میگه چون رهبری هم صریح نگفته که لازم است مجلس ببیند. خوب توجه کردی چطور گفته میشه؟ ایشون حرف در رهبر میذاره، میگه رهبری هم نگفته که همچی چیزی بشه. و حال اینکه از اون روز اول که آیت الله خمینی رحمت الله علیه وارد ایران شدن، در بهشت زهرا سخنرانی کردن، هیچ یادم نمیره، این 30 خورده سال پیش بود، ایشون اونجا یه تریبون براشون درست کردن، ایشون شروع از سخنرانی کردن و بعضی سوال میکردن که این چی میشه اون چی میشه، بعد ایشون ازشون پرسیدن مجلس چی، ایشون گفت مجلس، مجلس شورای مردم باید باشه، مردم باید حرف بزنن، حرف مردم هست که حرف آخر هست، مجلس شورا. بعد یکی گفت مجلس سنا چی، ایشون با اون لحجه خودش گفت این مزخرف است، در اینطوری که حالا با این مزخرف این سناتی داره میگه که رهبر چیزی نگفته، با حالی که رهبر چند دفعه بعد حرفی بزنن که شما با تمام پررویتون بگید نگفتن، چون رهبر هم صریح نگفتن که لازم است مجلس ببیند. خوب گوش کنید چطور داره میشه. کسی که خانوادهش خودش جز فساد چیزی دیگه برای ایران نیاوردن، حالا دارن میگن رهبر صریح نگفتن که اصلا مجلس یعنی چی، حق نداره اصلا حرفی بزنه، به مجلس اصلا چه مربوط میشه، یعنی مردم ایران هیچ حق در آینده و گفتار خودشون ندارن، مردم ایران به هیچ وجه حق ندارن راجع به خودشون بتونن تصمیم بگیرن، که مجلس که نماینده مردم ایران هست، اون خانه ملت هست، تو اونجا نباید راجع به این چیزا صحبت بشه. و ایشون ادامه میده، اما از لحاظ سیاسی خوب نیست مجلس بر کنار باشد. اگر مجلس تایید کند یک پشتیبانه است و قوی تر می شود. همین اتفاقی که در مجلس افتاد و ایشان هم در می دانستند، چون قبلا آقای لاریجانی به آقای روحانی گفته بود که در مجلس رد نمی شود، چون اینها فراکسیون بزرگی دارند و 170 یا 180 نفر هستند که می دانستند که رأی می دهند، این جای نگرانی نداره. نمیدونم شما خوب میشنویم ما چی داریم میخونیم اینجا. این گفتگوی یک شخصی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانیه و یه آیت الله هم جلوش هست، ایشون داره این حرفا رو میزنه، من نمیزنم، اینو دارم میخونم. همتون برین گوگل گوگل کنین و سخنهای ایشون رو که مصاحبه کردن رو در بیارید، در رسانه ها هست، بخونید ببین چی دارن میگن ایشون. ایشون میگه بله، اولا مجلس احتیاجی نداره، آقای روحانی هم گفته که اصلا به مجلس ما کار نداریم. بعد ایشون میگه من با آقای لاریجانی میگه با آقای لاریجانی صحبت کردیم که فلان چطور میشه، اونم گفته مهم نیست بفرستیم بیاد، ما 170 نفر بهش میگن بله بفرستیم بیاد که خالی از عریضه نباشه. بعد هم همین کار رو کردیم. خوب گوش کنید، بعد میشه بیگه پشتیبان، اگر مجلس کار ای نیست پشتیبانه چی هست؟ ملت که احمق نیستن، ملت سرشون میشه که شما بیای بگی که مجلس کار ای نیست، ولی پشتیبانه چی هست؟ شما اگر این ملت از شما پشتیبانی نکنن، یک ساعت نمیتونی سر پات بیستی، این ملت هم که نگرد داشتن. همین اتفاق هم در روز میشه، بله ایشان هم میگه که ایشان هم میدانستن، یعنی آقای لاریجانی میدانستن، چون قبلا آقای لاریجانی به آقای روحانی گفته بود که در مجلس رد نمیشه، که گفته بودن بابا اینقدر چیز نکنید، مهم نیست بفرستید بیاد ما ردش میکنید، اینقدر بیخودی جوش نزنید، لغت چیز ایرانیه، بیخود جوش نزنید، حالا بایی دارید جوش میزنید، بیخود جوش نزن، بفرستش اینجا، ما به اندازه کافی افراد اینجا داریم. یا الله یا الله، که مخالفت نکنن، نه که بگن بابا من میخوام ببینم تو این چی نوشته شده، چی به کی داده شده، چطور خواهد بود، این سرنوشت ملت ایرانه، این سرنوشت جمهوری اسلامی ایرانه.
بله بله، و میگه 170 نفرم رأی دادن و این جای نگرانی نیست. بعدش گوش کنیم، اما بد اخلاقی های برخی واقعا بد اخلاقی بود. الله اکبر، این همون شخص باز داره زنگ میزنه، نمیدونم، اجازه نمیدونم. سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم جناب آقای اجلالی، خسته نباشید. تشکر میکنم از لطف شما. اسمتون؟ من محسن هستم. سلام محسن جان، خیلی خوش آمدید. از کالیفرنیا زنگیدم خدمت شما. تشکر میکنم از حضورتون. من که از شما تشکر میکنم به خاطر زحماتی که میکشید و صادقانه اعتقاد دارم که شما بسیار با نیت خیر جهت دفاع از ثمره خون هزاران شاید میلیون ها اگر بخوام در سراسر دنیا شهید، شما بالاخره دارید به زعم خودت با توانایی خودت به مصداق ولا یکلف الله نفسا الا وسعها یک قدمی بر میدارید. من این را اجر میگذارم، ولی فکر میکنم که حدس میزنم با تمام احترامی که برای شما دارم، فکر میکنم که صرف این که الان در ایران جریانات سیاسی در مقابل هم به دلایل مختلف مواضع مختلف بر علیه هم میگیرن، من و شمایی که در اینجا هستیم و نقش آنچنانی در این انقلاب با عظمت به اون صورت نداشتیم، خیلی بهتره که جانب احتیاط رو بگیریم وقتی که میخوام در مورد شخصیت های این انقلاب صحبت کنیم. بنده با سیاست های آقای رفسنجانی کاملا مخالفم. بنده موافقم با شما که ایشان از رانت خانوادگی استفاده کرده، بچه هاش کردن میکنند و فلان، من همه اینها رو قبول دارم، ولی همزمان این باعث نمیشه که این اعمالی که ایشان و بیشتر خانوادهش و پسراش و یا شاید حتی همون یه پسرش مرتکب شده، شما خط بطلان بکشی به پرونده بسیار بسیار درخشان ایشان، نه تنها در قبل از انقلاب، حتی در مدت بسیاری بعد از انقلاب. من همونجور که عرض کردم خدمت شما، به طور کلی با سیاست های آقای رفسنجانی مخالفم، ولی با این شیوه هم مخالفم که هر کسی را از نظر سیاسی با من هم نظر نبود تخته بکنم، مخصوصا که این شخص کسی باشه مثل آقای رفسنجانی که به هر حال اگر شما تاریخ انقلاب رو بخونید میبینید که ایشان واقعا یکی از ستونهای عمده بودن در ایران و بسیار آدم با شهامت و با دل و جیگری بودن در مقابل رژیم شاه قد علم میکردن و توی زندان این ور بودن. یعنی که من از شما خواهش میکنم تا اونجا که امکان داره جانب انصاف رو رعایت کنید و به دنبال گروه های سیاسی در ایران شما به پیروی از اونها اعلام و موضع نکنید. این تقاضایی است که بنده از شما دارم. اگر هم میفرمایش هست بفرمایید، اگر نه که از تلویزیون گوش کنید. نه باشید که منم عرض کنم خدمت شما. این نوشته صحبت آقای رفسنجانیه، گفتن که اما بعضی ها بد اخلاقی کردن، برای واقعا بد اخلاقی بود. خب بد اخلاقی یعنی چی؟ یکی یه چیزی رو نمیدونه، خب مثل من که چیزی رو نمیدونم، میام از شما میپرسم آقا وقتی که اینا گفتن این کار رو اونطور بکن معنیش چیه؟ خب جواب من آقای رفسنجانی میگه به شما مربوط نمیشه، یه عده‌ای که از شما خیلی فهمیده تر هستن، از شما خیلی علم و دانششون بیشتر هست، این تصمیم رو گرفتن، برو برو کنار میشین. بعد فرداش یه خبری میشه، همین آقای رفسنجانی میگه آقا یه چیز دستت بگیر بی جلو تو صحنه حاضر شو. من به این چی باید بگم؟ بعد بهش میگم برو گم شو، این حرفا چیه؟ وقتی که من میخوام این مملکتی که من توش زندگی کردم، من توش به دنیا اومدم، به من مربوط میشه، به من میگه حالاش مربوط نمیشه. بعد بقیهش که وقتی میشه که همه بیایید و بگید اینطور و اونطور، من رو صدا میکنید. در ضمن من جمله قبلی رو خوندم براتون که ایشون گفت حتی میگن که آقای خامنه ای
کوشش اینجا رد شد. بله اینجا میگه حتی چون رهبری هم صریح نگفتن که لازم است مجلس ببیند. خوب توجه کردین یعنی چی؟ یعنی معنیش چیه؟ معنیش چیه این آقای رفسنجانی؟ اولش که نیستش. آقای رفسنجانی رو ما از خیلی وقت میشناسیم. از خیلی وقت میشناسیم. وقتی که اون آقایون اومدن و کیک آوردن و هفتی را بردن. همه اینا رو میدونیم. یا اون موقعی که یک خبرنگار نشسته بود بغل دستشون، ایشون گفتش که به خبرنگاره بهش گفتش که از آقای رشیدی بورس بپرسید اگه من سرمو وا کنم ایشون چیکار میکنن. جواب آقای رفسنجانی بود که اینجا این کارو نکنید. خوب توجه کنید ما چه چیزای نکته های خیلی ریز رو ما داریم نگاه میکنیم. یا اینکه چطور شد که یکویی مردم ایران، مردم جمهوری ایران که در اون زمان در جنگ بود جان خودشون رو به هم میدادن، وقتی ایشون رئیس جمهور شد حتی حاضر نبود زیر یه ورقه که کارش هم امضا بکنه تا اینکه من 1000 تومن بهش پول بدم. ایشون تمام سیستم فساد ایران رو ایشون پیاده کرد. ایشون بودش که دستش تو جیب دست یه دیگری بود. ایشون بود که جام زهر رو داد به امام خمینی. جام زهر دیگری هم حاضر کرده که به دست امام خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. این اشخاص خجالت کشیدن نمیدونن چیه. اصلا در امر داخلیشون خجالت معنی نداره. اصلا به یک کسی یک کار بدی بکنه بهش بگی آقا چرا این کار کردی، سرخ و سفید و سیاه میشه که برمی همچین بوده. این اصلا عین خیالش نیست. بیاد به ملت بگی ای ملت من نبودم این کارا رو کردم، دخترم بود، پسرم بود، ببخشید اونا رو. یک کلمه همچین حرفی نیومد زرزره به هیچ کس. چرا؟ ایشون که از دماغ فیل نیفتاده. یه دفعه هم از دهن این شخص در اومد که ما خانواده های انقلاب هستیم. کدوم خانواده انقلاب؟ مردم انقلاب کردن، 10 نفر انقلاب نکردن. مردم بودن که وایستادن جلوی تیر و توپ و تفنگ. مردمی بودن که ریختن تو خیابون، گل گذاشتن تو لوله تفنگ سربازا. چند نفر از اولاد این آقای رفسنجانی در جنگ عراق کشته شده؟ فرمایشات شما تمام شد آقای. من در مقابل شما دارم میگم که میگیر آقا این حرفا رو نزن. عرض من شما توجه به عرض بنده نکردید آقای. ببخشید که من نتونستم بفهمم. عرض بنده این بود که در بسیاری از این مسائلی که شما در مورد آقای رفسنجانی و خانوادهشان مطرح میکنید بنده با شما هم نظر و هم عقیدم. ولی شیوه برخورد، من ایراد به شیوه برخورد شما میگیرم. شیوه برخورد نبایستی تختره باشه. شیوه برخورد اگر شما میخواید نقد بکنید منطقا شما بیایید توی یک صحبتی رو مطرح کنید و در کنارش استدلال منطقی بکنید. شما به تمسخر و به استهزا اینها رو میخوانید. بعد همجوری که عرض کردم من و شما که تمام عمر در اینجا بودیم واقعا در مقامی نیستیم که از اینها بخوایم. بله برای خودمون، شما اگه میخوای تلویزیون گرفتی پولش هم داری خودت میدی، دوست داری میگی من دلم بخواد هر چی دلم بخواد بگم هیچ بر 100% حق باشه، هر چی دلت بخواد در مورد هر کسی که دلت. ولی اگر این صحبت های شما میخواید یک مخاطبی داشته باشه و اینها رو که توی تلویزیون پخش میکنید، من هم نظرم اینه که شما میخواید که 4 نفر اینها رو ببینن و بشنون. و اگر میخواید که این صحبت شما تأثیری در مخاطب داشته باشه، من یکی از اون مخاطبینی هستم که وقتی گوش کردم به صحبت های شما این نظر برای من تداعی میشه، این مسئله توی ذهن من میاد که ما همگی، چه اونایی که طرفدار انقلاب هستیم، چه اونایی که ضد انقلاب هستیم، چه اونایی که مسلمانیم، چه اونایی که بیدینیم، چه اونایی که بادینیم، ما همه مردم ایران در یک سری خصوصیت های اخلاقی بد اشتراک نظر داریم. و اون اینه، من خودم هم دارم من خودم مستثنا نیستم. و اون اینه، کافیه که ما با فکر و نظر یک کسی موافق نباشیم.
سعی میکنیم بی آبرو و بی حیثیت بکنیم طرف رو. من به این ایراد میگیرم قربان. بله. از اون مجاهدش تا این مسلمانش تا اون حزب اللهش تا اون بنام مترقیش تا اون واپسگراش تا اون شاهیش تا اون زدش، همه ما در این خصیصه مشترکیم. همه ما تا بعد خنده‌دار اینه که به یکدیگر هم ایراد میگیریم که ببین اینها اجازه نمیدن ما صحبت کنیم، بعد خود ما همین بساط سر دیگران داریم. بله. من سوای این که من معتقدم که برخورد شما بیشتر از سر مسئله این برخورد سیاسیه. متاسفانه الان جریانی به رهبریت آقای مصباح، من اینو عرض میکنم دیگه مزاحم نمیشم، به رهبریت آقای مصباح یزدی سر کار آمدن و میخوان تخته، میخوان قبضه بکنن تمام قدرت رو. و مثلا از شما من سوال میکنم، آقای رفسنجانی گفته آقای این کار متخصصین انجام داده، همه که الان شما خواندی شما بشین کنار صحبت نکن. آقای رسایی در ارتباط با مسائل هسته‌ای شما مقایسه بکن با جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی. شما حتما اطلاع دارید دکتر علی اکبر صالحی یکی از نوابغ توی دنیا، از توی MIT درس خوانده و دکترا داره در فیزیک هسته‌ای و یکی واقعا یکی از نوابغ توی دنیا. ایشان رو وقتی که توی مجلس بهش فحش و بدبینی میدن، بعد میگن ما تو رو آقای حسینیان دیگه ما تو رو میندازیم توی اون سیده و آب و عراق و روی شما سیمان میریزیم. آقای اجلالی این نوع برخورده شما اگر این ور یک لغتی میزنیم، حداقل یک پشت دستی هم پشت گردنی هم پس گردنی هم این آقای حسینیان و اون آقای حمید رسایی بزنید. آخه اینا چقدر اطلاعات راجع به این مسائل دارن؟ آخه اینا چقدر دانش و اگر اینا دانش و بینش سیاسی داشتن که این برخوردار نمی کردن. حیف از اون آرایی که مردم به نفع اینا دادن. من متاسفم، من خجالت میکشم از این که اینا نماینده های مردم مملکت من در این مجلس. من از شما عذر میخوام، متشکرم که به من وقت دادید، خیلی ممنونم که به من وقت دادید و شما رو به خدا میسپارم. تشکر میکنم از حضور شما، مرحمت علی زیاد. چون هنوز دارید گوش میکنید، من عرض کنم خدمت شما که نقد ما این هستش که آقای رفسنجانی امروز که نیومده تو صحنه، اون موقعی که تمام فاب تسخیر شده بود، قوای ایران بصره رو داشت میگرفت، چطور شد در 24 ساعت همه جا رو خالی کردن و جام زهر دادن دست حضرت امام؟ شما که میدونید، شما که چیز بلدی. و در ضمن آقای رسایی که میفرمایید در مجلس هستن، نماینده مردم مجلس هستن، مردم اون منطقه که ایشون دارن چیز هستن، نماینده اونها هستن اونجا هست و ایشون داره میگه که به شما مربوط نیست. اما بد اخلاقی های برخی واقعا بد اخلاقی بود. این معنیش چیه برای شما؟ یعنی خفه شید میشینی حرف نزنی؟ وقتی که ملت ایران میدونن افرادی به نام آقازاده مثل همین بچه های رفسنجانی خلافایی میکنن، انتظار دارید از مردم عادی چیکار کنن؟ فسادی رو که آقای رفسنجانی تو ایران پایه‌گذاری کرد به این سادگی از بین نمیتونه بره. رانتخوری میگید، نه من چیه معنی این رشوه خوری هست فلان فلان فلان، که چطور شده شما یه کاری دارید توی اداره باید برید توی میز یکی پولی بذارید تا اینو امضا کنم بشه؟ حالا همم هم قبولش کردن دیگه، حالا اینو چطوری میخواهید از بین ببرید؟ بله، تمام نقشه شیطان بزرگ روی این اصلش کرد مردم ایران رو در مقابل همدیگه سفارایی کنه. و این آقای رفسنجانی هم داره باد میزنه که اون آتیش بیشتر و بیشتر بشه. یا همین آقای روحانی، آقای ظریف، ما همه اینا رو میشناسیم. همین آقای صالحی رو که فرمودید ما میشناسیم. اطلاعاتی رو که ایشون دادن در مقابل درخواست مردم با اون اطلاعاتی رو که اینجا گذاشته شده و گفته میشه دو تا چیز مختلف هست.
تمام حرف ما این هستش که در تمام این صحبت هایی که شده بعضی از کارا برگشت پذیر نیست. وقتی که از آقای صالحی پرسیدن که آقا شما به چه حقی ریاکتور آب سنگین رو که سالهای سال روش کار کردید یکی از جا کندین، مگه نمیتونین اینو برش کردونین بذارین سر جاش؟ خب آقای صالحی خیلی قشنگ گفت بابا این یه تاغار ماست نیستش که از اینو برجوشی گذاشتید و باز به سر جاش بذارید. یکی بر نگشت ببین چه حقی داشتی که از اون روز اول برداشتیش قبل از اینکه چیزهای دیگه که اون یکی ها گفتن انجام بدن، چه حق داشتی اینو برداشتی؟ حق ملته، پول ملته. بله آقای صالحی تحصیل کرده است، چندین بارم ما ایشون اینجا دیدیم. صحبت همه این هست، شما میگی تختهه، من تختهه نمیدونم تختهه چیه، نقد چیه؟ نقد از این چی بیشتر نقد؟ مثل اینی که من به شما بگم آقا جان شما بیا کفشاتو در بیار بده به من، هفته دیگه من یه جفت کفش دیگه بهت میدم. خب چون این یه هفته که کفش نداری چیکار باید بکنی؟ نه تنها اون، بعد از اون هفته که تموم شد از کفش خبری نیست، یه کاغذ روش کفش می نویسم میرم بهت میگم کفش اینه. شما نم نمیدونم تو چه مداری دارید زندگی میکنید، تو چه مرحله‌ای دارید زندگی میکنید، تو این دنیایی که هر کی زور داره میگه حرف منه، یا حرف من رو گوش کن یا بزن. فکر میکنین آمریکا میتونست به ایران حمله کنه؟ این توافقی شد؟ این توافق چی بود؟ تمام اون چیزهایی که ایران به دست آورده بود در صنایع هسته‌ای همه رو پس داد و توافق کرد که اون بمبی رو که نمیخواد بسازه نسازه. اینو بارها ما گفتیم. بعد آژانس هم گفته ما باید حتما مطمئن باشیم. اونا گفتن خیلی خوب بیایید هر جوری میخواید نگاه کنید. ما توافق کردیم اون بمبی رو که نمیخواستیم بسازیم نسازیم. بعد امریکایی‌ها یا بقیه در مقابل گفتن بله ما اون حمله ای که قادر نبودیم انجام بدیم انجام نخواهیم داد. این شد توافق. بابا مردم ما زحمت کشیدن، مردم ما شهید دادن، مردم ما تو صحنه حاضرن، همین الانش هم تو صحنه حاضرن. شما فکر میکنین حرفای ما رو کسی نمیشنوه؟ الحمدلله الحمدلله الحمدلله. تمام این صحبت ها از این هستش که بله یه دو اومدن همین آقای روحانی، همین آقای ظریف در زمان آقای خاتمی، همینا بودن که اولین چیزهایی رو که بده بستونهایی که بود اون موقع دادن. علتش هم این بودش که حالا میگفتن ما احتیاج نداره چیزی رو امضا بکنیم، چون اون وقتی امضا رو کرده بودن، همه چیز رو داده بودن، یه چیزی نبود برای دادن که بخوان امضا بکنن. یا آقای رفسنجانی میگه احتیاجی نیستش که کسی بدون بد اخلاقی هم نکن. دو سال از آمدن آقای روحانی میگذره و اینقدر بدگویی کردن، اینقدر بدگویی کردن که اون 8 سال قبلی اینطور بود اونطور بود، اون 4 سال آخر چه به چه زحمت اون دولت 11-12 چطوری کاراشونو کردن، دولت های قبلی قبل از آقای روحانی که گفتن اینا چیزو دزدیدن، انتخابات رو دزدیدن. من نمیدونم شما هم جز اون افراد هستی یا نه، ولی خب حالا که نگاه میکنید میبینید که همچی حرفی نبوده، به ناحق این حرف رو زدن. حتی همین آقای روحانی با 50.3%، یعنی اگر ما 100 تا رأی داشتیم ایشون حتی 51 رأی رو نیاورد، 50.3% رأی آورده که حالا میگن به اتفاق آرا آقای روحانی رحمت فضیل شدن، ببخشید رئیس جمهور شدن. اینا همش حرفای بیخوده، ملت باید بگن آقا جون شما چطور امکان داره بیایی در نطقی که میخوای بکنی میگی من حق اجازه نمیدم که کسی راجع به این چیز این حرف رو بزنه اون حرف رو بزنه. این حرفا مال چیه؟ بله اگر در ایران یه سیستم کمونیستی بود
هیچ کس حق نداشت نفس بکشه. خب ما نفس نمیکشیم، ما اینجاییم، هر چی دلمون بخواد نفس میکشیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی نفس ما رو بگیره. بله بازم اینجا میخونیم، اما بد اخلاقی های برخی واقعا بد اخلاقی بود، یعنی دلواپس ها نه تنها در مجلس بلکه عده ای از انسان های بی اطلاع را تحریک کرد، یعنی من یکی را تحریک کرده و گفته های بدی بزنند. صدا سیما با آنها میدان میداد که در آنجا تحلیل های سطحی کنند. البته تمام این کارها و مزاحمت هایی که میکردند به ضررشان تمام شد، چون ما میدانیم و آنها هم میدانند 80-90% مردم با این روند توافق موافق هستند. خب بفرمایید، اگر به من اطلاع ندید یه دقیقا تو این توافق چی هست، خب منم میقبول میکنم. آقا بله، روز بعد از توافق میز همه پر از غذا، جیب همه پر از پول، اصلا فکرش هم نکنید، تورم هم زیر 10%. کوش نقدش بکنیم، خب داریم نقدش میکنیم. کو بودجه امسال ایران چی هست؟ رو چه اصلی درست شده؟ مردم در چه حالی هستن؟ 90%، ایشون ببینید حتی میگه 80-90% موافقن، سبحان الله. یک شخصی که تمام عمرش دروغ گفته و اصلا نمیدونه خجالت کشیدن یعنی چی، البته میگه 80-90%. وقتی ازش پرسیدن آقا این کیکی که آوردن چی شد، گفت کیکو خوردیم. گفت هفتی چی؟ گفت اونم نمیدونم، یکی برداشت دیگه. به چه حقی شما اومده بودید با یه عده‌ای صحبت میکردید؟ اجازه نداشتید. خبر که رسید به جایی که باید برسه، تازه اینا فهمیدن چه اشتباهی بزرگی کردن. حالا شما میفرمایید ایشون همیشه در مواقع خیلی زیادی بودن و اینطور بود. بله بودن، ما میدونیم بودن، ولی تأثیرش چیه؟ سیستم بانکی ایران سیستمی هستش که به هیچ سیستم بانکی جای دیگه وصل نیست. شما اگر وصل باشید مثل یه منبع آب میمونه که شیرهای مختلف داره، باز و بستر این شیرهای مختلف به دست فقط یک گروه مهمی هست. سیستم بانکی ایران جزء این منبع نیست، برای خودش مستقله. فکر کنی کی داره سعی میکنه اینو وصل کنه به منبع بزرگ؟ همین آقای رفسنجانی. باور نمیکنید؟ بری تحقیق کنید و ببینید. محسن جان بری تحقیق کنید و ببینید. میخواهند که راحت شوند و انرژی هستی صلح‌آمیز را داشته باشند. اینا همینا بودن که اومده بیرون ما اصلا اتم چیه، ما نمیخوایم اتم، ما اینقدر نفت داریم اتم میخوایم چیکار؟ حالا بیا به اینا شهر بده. آقا مردم میدونن، مردم میفهمن. شما گروهی هستین که عوضی که مار رو بنویسید شکل مار رو میکشید. فکر میکنی که مردم ایران هنوز نمیتونن بخونن یا بنویسن؟ ملت ما ملت تحصیل کرده است، جوانهای ما همه تحصیل کرده هستن. چرا اجازه نمیدید این جوانها شاغل بشن؟ چرا اجازه نمیدید کارهای ایجاد بشه که اینها بتونن کار بکنن تو مملکت؟ چرا میرید از خارج ماشین پرش ور میدارید میارید؟ کی سوار میشه این ماشین رو؟ به چه حق میرید یه همچی کاری میکنید؟ به چه اجازه ای شما میرید یه ماشینی میخرید که 1,000,000 دلار قیمتش هست؟ با این 1,000,000 دلار دو تا کارخونه کارگاه کوچولو درست کنید، 10 نفر کار کنن. چرا نمی کنید؟ بعدم میگید بیکاری هست، بعدم میگید افیون هست، بعدم میگید فحشا هست. بعد شعر سعدی را میخونید، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.
چون از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهن آدمی. اصلا کدومتون آدم هستید؟ این هم این حرفای آقاست. 90% میخواهن راحت شوند و انرژی هسته صلح‌آمیز رو داشته باشند. مردم به این را میخواهند. آنها خودشان را بدنام کردند. جلسه دیروز و پریروز قبل از رأی‌گیری بر آنها خیلی سنگین تمام شد. حالا این داره میگه که اولا غلط نکنید، غلط هم که کردید وای به حالتون، ببین چه پدری از شما با خواهم سوید. این تهدید داره میکنه. یه کسی که اومده چیز تشخیص مصلحت هم هست، یعنی هر کسی که میخواد هر کاری بشه بر از زیر این آسیا رد بشه که ایشون تشخیص بده که مصلحت داره که صالحیت داره که بتونه کاری باشه. مثل اینکه سردسته دوزار گذاشتن جایی که مردم که درست کارن این تشخیص بده. چه مسخره بازی هست. بعدم میگه که حضرت امام صریحا نگفتن، ولی اینکه حضرت امام همیشه گفتن مجلس خانه ملته. اگر چیزی نمیدونن برید بهشون یاد بدید، بگید بله ما اینو دادیم اینو گرفتیم. به گفته خود همین آقای روحانی گفت دو تا کل زدیم سه تا خوردیم اینجور برد. حالا ما از کی تا حالا بگیم به یکی دو مساوی با سه نیست؟ نه تنها صحبتشون گمراه کننده است، بلکه اعدادم بلد نیستن چطور جمع و حقیقی بکنم. برد برد دو تا زدیم سه تا خوردیم بس برد برد شده. اگر میدونستید اینها اون شیطان بزرگی هستن که بارها بارها گفته شده، شما چه حق داشتید با این شیطان برید توی اتاق تنها بمونید؟ چطور امکان داره شما با یک شیطانی که از هیچ چیز کم نداره و حتی به ملت خودش، به ملت دنیا داره اینطور زور میه؟ چرا؟ الله اکبر الله. چرا باید ما نتونیم درک کنیم که مردم سوریه، مردم عراق، مردم افغانستان، مردم مصر، مردم لیبی، مردم شمال آفریقا اینا چه گناهی کردن که میرید خونه هاشون رو خراب میکنید؟ بعد این بنده های خدا را میفتن هرچی دارن و ندارن و میفوشن، سعی میکنن از یه نقطه به یه نقطه دیگه خودشون رو برسونن. وسط را چه بلاهایی سر اینا میارید؟ بیشتر اینا آدم های تحصیل کردن، مخصوصا اونایی که از سوریه دارن میان. بعدم که وقتی صحبتش جا میفته میان بله به ما مربوط نمیشه که، مردم را تقصیر خود اوناست. بعدم در عرض 24 ساعت از زیر سنگ یه قشون مجهز که تمام آخرین سلاحهای پیشرفته امریکا دستش هست در میاد و اسمشو میذاره خلیفه مسلمین. بعد هم یه آقای چند روز پیش ها یک آگهی داده در روزم نبیل، اسمش نویل نمچیچی یهودی زایونیست هست، سهیونیست هست، و این داره میگه بله حالا وقتش رسیده که مسلمان های دنیا انتخاب کنن یا ایران شیعه رو قبول کنن یا این داعش خلیفه رو قبول بکنن. بین این دوتا رو رو ببین. بدون اینکه خجالت بکشه داره میگه ما مخصوصا اینا رو درست کردیم که این دوتا به گل هم بپرن و ما اسلحه میدیم، ما همه جور اطلاعات میدیم، همون کاری که در جنگ عراق کردن، 1 میلیون ایرانی رو کشتن، همون کار رو حالا داریم میکنیم با کسایی که اصلا مملکت ندارن. یه مقدارشون تو سوریه، یه مقدارشون تو عراق هستن، یه مقدارشون تو مصر هستن، یه مقدارشون تو یمن هستن، یه مقدارشون اینور هستن، در آفریقا هستن، فلان هستن، بهمان هستن، و اسمشون رو گذاشتن داعش.
بعد ما میاییم اینجا این حرفا رو میزنیم. یا آقا تو که نمیدونی چرا حرف داری میزنی؟ خب بابا ما اینقدرشو که میدونیم. ما نمیدونیم، شما میدونید، به ما بگید ما یاد بگیریم. تمام این برنامه روی این اصل هست. ما یه حرف اینجا میزنیم. محدودیت دانش ما خیلی چیز هست، کمه، یعنی محدودیتش اینقدر بیشتر نیست. اونایی هستن که دانششون خیلی زیاد هست، ما همیشه گفتیم تشریف بیارید صحبت کنید، حرفتون رو بزنید، نه که همون خط اونی که میگه بد اخلاقه بد اخلاقه. اینجا آقای رفسنجانی گفته اونایی که بد اخلاق بودن خیلی بد اخلاق بودن، اما بد اخلاقی های برخی واقعا بد اخلاقی بود. لغت‌ها رو ببینید، این آقای آیت الله هم هست، یعنی تسلط به زبان فارسیش خیلی خیلی بیشتر از من بی سواد باید باشه. بد اخلاقی های برخی واقعا بد اخلاقی بود. این برای کی داره حرف میزنه؟ این برای اون داره حرف میزنه که بنویسه مار میم الف را یا شکلشو بکشه. این شکلشو داره میکشه. اما بد اخلاقی برخی واقعا چطور امکان داره بگم شخصی بشه اعتماد کرد؟ حتی میگه رهبرم صراحتا نگفت، چون نگفت ما این کار کردیم کیک هم خوردیم. 80% تا 90% مردم با این روند توافق موافق هستن. چرا؟ میگن برای که وضع ما خوب خواهد شد، راحت شون. بعد جلسه های دیروز فلان هم میگه خیلی کار سنگین بود و به ضررش رو تموم شد. چرا؟ سبحان الله، خوب گوش کنید. گاوبندی شنیده بودید قبلا، درسته؟ این یه لغت خیلی خیلی جالبه، در ایران خیلی مصرف میشه، که آقای لاریجانی و آقای روحانی اینا با هم گاوبندی کردن. بعد که آقای لاریجانی مطمئن شده که 180 تا رأی داره، به ایشون گفته آقا حالا در رو واکنید و بیایید تو و بگید بله هارتمود کنید و ما رأی به شما میدیم که این مجلس هم خفه بشه دیگه. رأی داد. و حال اینکه قبلا میگونید رأی حق رأی دادن نرسه به مجلس مرومه، چیز مربوط نمیشه، بعد حالا مربوط شد. فقط اینو بدونید مردم ایران خیلی فهمیده هستن، با شعور هستن، خیلی زرنگ هستن. اینها همونایی هستن که شطرنج در هندوستان درست شد و هدیه شد به پادشاه ایرانی. وزیر اون پادشاه تخت نرد رو درست کرد و در پاسخ به اونها داد که شطرنج فقط و فقط فکر یک شخصه که چند بار حرکات بعدی رو پیش بینی میکنه، ولی تخت نرد هر دفعه که تاس رو میریزید یک شانس دیگه برای شما هست که دور اون نقشه میکشید. هر لحظه هر لحظه هر لحظه هر لحظه این بازی هستش که ایرانی ها هدیه دادن به تمام دنیا. بله بعدم ایشون میگه برای آنها خیلی سنگین تمام شد و در جامعه مقدار زیادی برای خودشان مسئله درست کردن، چون اینها خودشان را به گونه ای به رهبری منتسب می کردن که مثلا ما نظر ایشان را بیان می کنیم. ایشون برای میگه مگه ایشان خودشان زبان ندارن و بیشتر از همه میتوانند بگویند که میتوانستن جلوی آن را بگیرن، نیاز به دعوا و حاشیه سازی نبود. این جمله لب به مطلب رو گفتم اینجا. اونهایی که نمیدونید بدونید دسیسه زیر سر همین رفسنجانیه که حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران رو توی یک محفظه نراه برگشت در آورده که جام زهر دوم رو بده دست آقای خامنه ای. این هستش که شما بدونید آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی کی هست. این جمله به شما میگه اینجا به گونه ای به رهبری منتسب میکنن که مثلا ما نظر ایشان را بیان میکنیم، ایشان خودشان زبان دارند و بیشتر از همه می توانند بگویند و می توانستند جلوی آن را بگیرند،
نیاز به دعوا و حاشیه سازی نبود. خیلی بد بود که در مجلس این کار را کردند. البته شیوه رهبری همین است که میدان می‌دهد تا دیگران حرفایشون رو بزنند. اگر با اخلاق بر اساس منافع ملی رفتار می‌کردند بد نبود، چون وقتی بحث می‌شود مردم هم مسائل را می‌فهمند. اما این گونه نشد. بله نشد. آقای صالحی میرن در مجلس حرفایی میزنن که اصلا هیچ جای توافق نیست این حرفا. هیچ جاش نیست. وقتی هم مردم اونجا که بودن بهشون اعتراض میکنن که آقا این حرفا چی داری میزنی؟ صحبتهایی میشه بین ایشون که خب البته ایشون تحصیل کرده MIT هست، یکی از دانشگاه خیلی معتبر و معروف امریکاست که در رشته اتمیشون تحصیل کردن و ما ایشون رو میشناسیم و یکی از فامیلاشون رو که همین نزدیک ما زندگی میکردن ایشون رو میشناسیم. ولی چون شما همه چیز بلدی، یکی که چیزی بلد نیست یه جوری باید این رو قانعش کنی، یا اینکه بگی بابا یه صحبتی هستش که ما در ملای عام نمیتونیم بکنیم، بیایید درها رو ببندی و موجب به شما یه حرفی داریم قانه بشید. بعد این نماینده مجلس میاد میگه آقا من تا قبل از یه ساعت پیش یه حرفایی میزدم، اطلاعات جدیدی به من دادن و من دارم میگم که مانعی نداره، این کار صحیح هست. همونطور که همه جای دنیا این انجام میشه، برای اینکه شما نمیخوایی دشمنت بدون چی داری میگی، در پشت درهای بسته هست که این صحبتها رو میکنی و این اطلاعات رو رد و بدل میکنی و بعد نماینده مجلس، نماینده مردم، نماینده اون جایی که این شخص بهش رأی دادن اومده، این باید برگرده به اون مردم بگه بابا من همه چیز رو شنیدم، اون طور که من شنیدم این درسته، نه که این حرفی که آقا داره میزنه. رهبری هم میدان بده حتی دیگران حرفایشون بزنن با اخلاق و فلان فلان فلان. بدونید حرفایی که ما اینجا زدیم، حرفایی که دیگران زدن، حرفایی که دیگران هم خواهند زد، الله سبحانه و تعالی هم اینها رو شنید، الله سبحانه و تعالی میدونه، الله سبحانه و تعالی قاضی اصلی هست. همین آقای رفسنجانی انشاءالله در اون دنیا گذرمون میفته در مقابل همدیگه، اونجا هستش که ما میپرسیم آقای رفسنجانی آیا این درست بود که شما فساد در ایران ایجاد کردید؟ در مقابل الله اون وقت میتونه دروغ بگه بگه. انشاءالله خیر باشه تا هفته آینده و تشکر زیاد از برادر محسن. چندین نفر دیگه هم به ما ایمیل زده بودید و حرفایی زده بودید که این دفعه موثر نشد با تو صحبت کنیم و جواب بدیم، ما رو ببخشید. امیدواریم هفته آینده هم به ما اجازه بدید خدمتتون برسیم. تا هفته آینده تشکر زیاد. و در ضمن این برنامه برنامه شماست، از اول برنامه تلفن های ما باز هست، هر وقت خواستید تشریف بیارید، هر چقدر خواستید صحبت بکنید و اگرم کسی دیگه خواست بیاد زنگ میزنه میگیم که مثلا 5 دقیقه تموم شده و شما بفرمایید. به امید دیدار آینده، مرحمت علی زیاد.